و اما در گرامی داشت روز درویش که 3 سال است از طرف درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی بنیان گرفته، شامگاه شنبه مراسمی همراه با سخنرانی و موسیقی در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار شد. در حالی که این برنامه ادامه داشت، سخنگوی آن حسن متوسلی در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره این مراسم اینطور گفت: در اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در ایران و در اعتراض به فشارهایی که بر دیگر اندیشان قومی و مذهبی و سیاسی در ایران، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران به مصداق بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، در شهر کوپنهاگ دانمارک داره این برنامه رو برگزار میکنه و نام برنامه هم گرامی داشت روز درویشه. آقای متوسلی، لطفا بگین که این خانومی که الان دارن به زبان دانمارکی صحبت میکنن چه میگوین؟ راجب فشارهایی که بر دراویش بالاخص در ایران اومده و تخریب حسینی های دراویش و دستگیری و زندانی کردن دراویش در ایران و دیگر زندانیان سیاسی در ایران صحبت میکنن. تازه ترین خبرها راجب درویشان در ایران چه هست آقای متوسلی؟ بله، همونطور که میدونید دراویش همچون دیگر اقشار جامعه در ایران تحت فشار حکومت حاکم بر ایران هستند و تعداد زیادی از اونها دستگیر شدند و به زندون فرستاده شدند و از برگزاری مراسم عبادی اونها جلوگیری شده و یه سری از مراکز عبادی اونها هم در سالهای اخیر در نقاط مختلف ایران تخریب شده. اخیراً اون چه که بر سر دراویش کبار شیراز گذشت که منجر به جان باختن وحید بنانی شد و همچنین دراویشی که در زندان هستن و وکلایشون همچنین اونام دستگیر شدن و تو زندان هستن هنوز. آقای متوسلی، ممکنه به این که شمار درویشانی که الان در زندان هستن چه میزان هست؟ بعد از اینکه تعداد زیادی از دراویش رو زندانی کردن، یک سری از اونها آزاد شدن، ولی همکنون 11 نفر از اونها هنوز در زندان هستند و بلا تکلیف هستند و هنوز آزاد نشدن که ما در این برنامه همچنین خواستار آزادی تمام این دراویش و تمام زندانیان سیاسی در ایران هستیم. آقای متوسلی، شما در آغاز صحبتتون اشاره کردین به روز جهانی درویش. ممکنه بگین که این روز چند سال استش که راه اندازی شده؟ بعد از تخریب مرکز عبادی دراویش در تخت فولاد اصفهان در 25 بهمن 1387، دراویش به طور خودجوش برای اعتراض به تخریب مراکز عبادیشون و ممانعت از برگزاری مراسم عبادیشون دست به یک تجمع اعتراضی در روز 3 اسفند سال 1387 در جلوی مجلس شورا تو میدان بهارستان زدند که البته از طرف حکومت حاکم بر ایران هم با این تجمع همچون تجمعات دیگر اعتراضی تعداد زیادی از دراویش مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و دستگیر و روانه زندان شدن. یعنی در واقع همین سرکوب درویشان باعث شد که یک روز جهانی درویش بنیان بگیره در ایران، بله؟ بله بله، و از اون سال به بعد هر سال این روز گرامی داشته میشه از طرف دراویش و دیگر مجامع حقوق بشری.